4 ساله تو ترکیه هستم. با اینکه وضعیت از لحاظ روحی، جسمی، مالی هیچ روحیه ای ندارم. از هیچ جایی به من حتی کمک خدمه ای نیست. الان من تو عید قربان اینجا از شهر خارج شدم. با اینکه رفتم اداره گوج بهم اجازه ندادن، حتی از دولت چند بار ایزن خواستم بهم اجازه ندادم. من رفتم استانبول، تو استانبول با مشکلاتی روبرو شدم. بعد از اونجا منو که گرفتن بعدش که من گفتم باید اگه شما رو تو راه گرفتن نباید بگید ایرانیم، باید خودتونه یا سوری یا افغان معرفی کنید. منم با همون حرفایی که اونا گفتن باید با این روش خودتو معرفی کنید و الا دیپورتت میکنن، مشکل برات پیش میاد، اسم و فامیل خودتو نگو. منم همه چیزمو درست گفتم، فقط اسم و فامیلمو درست نگفتم. بعد دوباره پلیس منو گرفت برای بار دوم. 7 روز منو زندانی کرد. بعد از 7 روز زندانی به یک کمپ سلیمان فرستادن. کمپ سلیمان در حدی بی‌نهایت به من بی‌احترامی کرد. به کیملیک هر چقدر گریه کردم، زاری کردم، کیملیک منو بستن. الو؟ الو؟ عزیز بفرمایید، شما رو گوش میکنیم، بفرمایید. بله شرمنده، فکر کردم قطع شده. بعد از اون که با بی احترامی زیاد یه برگه به من دادن، برگه در حد 5 روز به شهرم برگردم. به شهرم برگشتم 2 هفته منتظر موندم برای جواب. وقتی که رفتم حتی یه سوال جوابی هم من که انتظار داشتم از من سوال کنن چرا رفتی، چرا این کارو کردی، با خوبی با من رفتار کنن، هیچی. خوبی هم که هیچی، به پرونده رو گرفتن و گفتن دیگه تو دیپورتی، برگه به من دادن و باید ترک خاک کنی بدون اینکه سوالی از من بپرسن چرا رفتی. منی که تو این شهر مثل قفس هستم، من که اومدم آزاد باشم، نه اینکه تو قفس باشم. من نه کسی دارم به من کمک کنه، نه از لحاظ مالی، نه از لحاظ روحی. خانم تک و تنها تو یه شهر هستم. چه جوری شما اینجوری با من رفتار میکنه؟ الان من بعد از 4 سال به من دیپورتی بدید، در وضع بدی، در فلاکت باری هستم در اینجا. به خدا نه خونه دارم، نه زندگی دارم، خونه مردم هستم. الان حتی یه ریال ندارم برای خودم یه دونه چایی بخرم. نسرین عزیز، پیام شما رو شنیدیم و دوستان دیگه، و در سراسر ایران این وضعیتی که حاکمیت جنایتکار اسلامی، استبداد اسلامی بر مردم ما تحمیل کرده است، واقعا در نوع خود اگر نگوییم بی نظیر، کم نظیر است. یعنی شما حتی به عنوان پناهجو در حقیقت مجبورید هویت خود را پنهان کنید، حتی در جایی که به هر حال جامعه بشری حق پناهندگی را به رسمیت شناخته است، شکی درش نیست. 100% ما باید به این نکته توجه داشته باشیم، که حل مسئله پناهجویان در واقع در گروه حل مسئله قدرت سیاسی و حاکمیت استبدادی در ایران است. یعنی اگر نتوان این حاکمیت را به زیر کشید و نظام دموکراتیک و برابری خواه را، عدالت خواه را مستقر کرد، ما مسئله پناهندگی رو داشته باشیم. سعی میکنیم، شکی درش نیست، سعی میکنیم، دوستان میشنوند باشم، به هر حال بتوانیم تا آنجایی که امکان دارد به شما مساعدت بکنیم. ولی کوشش اصلی ما کنشگران و مبارزین در جهت تغییر ساختاری این حاکمیت برای حل نهایی مسئله پناهجویان است. یعنی باید در راهی باید گام برداریم،
در راهی باید گام برداریم که کسی مجبور نباشد کشور را ترک کند. پدیده ترامپ ویژگی سرمایه‌داری در دوران بحران است، یعنی پاسخی است که دموکراسی در شرایط عادی نمیتونه برای حل فصل مسائل خودش ارائه کنه، بر نتیجه به روش های خشونت آمیز نفی حقوق توده ها و جلوگیری از آزادی های شخصی، مدنی و اجتماعی اقدام میکنه. ویژگی ترامپ همطور که عرض کردم توسل به توده های ناآگاه، توده هایی که فاقد هر گونه پیوند اجتماعی با هم دیگه هستن، توده هایی که به صورت اتمیزه شده در درون جامعه بحران زده فاقد رابطه طبقاتی هستند، ایجاد آلترناتیو های قلابی مبتنی بر نفرت نسبت به گروه های دیگه، نسبت به جریانات سیاسی، نسبت به اقوام، نژادها و توده های انقلابی و آزادی خواه مخصوصا. ترامپ خب مخصوصا دیدیم که تاکیدش بر این بود که حکومت قانون و نظم است. خب منظور از نظم میدونیم که یک تسلیم اسارت بار توده ها به استثمار، به بیهوگی و به فقر گسترده است. ترامپ نفرت از زنان، نفرت از سیاهان، نفرت از لاتین تبارها، نفرت از آسیایی ها، نفرت از ساکنان کشورهای به اصطلاح اسلامی و به طور کلی خارجی ستیزی شکل گرفت. تاکید به خصوص ترامپ بر مبارزش با سوسیالیسم که تاکید میکرد که حتی حزب دموکرات یک جریان سوسیالیستیه، در حالی که ما میدونیم اینطور نیست. البته برنی ساندرز یک بخشی بسیار جزئی از خواستهای سوسیالیستی رو مطرح کرد و این نشان دهنده بیداری عظیمی است که در توده های امریکا در طبقه کارگر در بین روشنفکرها نسبت به آلترناتیو سوسیالیستی به وجود اومده. تابوی کمونیسم که حربه اصلی طبقات حاکم در امریکا بود شکسته شده. ما میبینیم که در حال حاضر در دانشگاه ها حتی به طور رسمی آموزش مارکسیسم ارائه میشه. کتاب های مارکسیستی در تیراژ های بسیار وسیع به صورت کتاب درسی چاپ میشه از طرف دانشگاه های بسیار معتبر مثل MIT که کتاب وولف رو چاپ میکنه یا کتاب های دیگر رو. ما میبینیم که
گرایش به سوسیالیسم روز به روز وسعت بیشتر پیدا میکنه. نفرت از نفرت پراکنی توده‌ها رو به میدون کشید تا بر علیه این سرچشمه نفرت پراکنی یعنی ترامپ به هیچ وجه به معنی این نیست که توده‌ها از حزب دموکرات پیروی میکنن و از آلترناتیوی که آقای بایدن که میدونیم در بیحقوقی توده‌ها بر فقر، بر انتحار ثروت به 99 وسلا قشته 1% جامعه کوش بسیار کرد، به جنگ افروزی حزب دموکرات که همتای حزب جمهوری خواه است، در این زمینه ما هیچ گونه توهمی نداریم. در واقع دموکراسی برای اینا ابزاری برای سرکوب است. بول مارکس هر 4 سال یک مرتبه به توده‌ها اجازه داده میشه که سرکوبگران خودشون رو انتخاب بکنند. اما ما میبینیم نمیتونیم منکر این واقعیت بشیم که تفاوت عظیمی در آگاهی توده‌ها ایجاد شده. نفی شق سرکوب گرانه، شق نفرت، شق تفرقه افکنی بخشی از توده‌ها بر علیه بخش دیگه، هنایی که رنگ خودش رو از دست داده و توده‌ها به طرف درخواه مطالبه حقوقشون در حرکت هستن. گذشت دورانی که بین حکومت و توده ها هیچ گونه شکافی نبود، اون دوران گذشته و به طور قطع حزب دموکرات با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد. من شک ندارم که مبارزه برای آزادی، برای سوسیالیسم روز به روز شدت و عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. با سپاس و درود با مجدد به همه مبارزان، به همه آزادی خواهان، به خصوص در میهن سوسن دیده ما ایران، عرایض خودم رو پایان میدم. سپاس از شما آقای خزایی عزیزم. آقای بلدی، بله. سلام عرض کردم خدمت یکایک عزیزان، همه عزیزانی که حاضر هستند، جناب فدایی، آقای نایب هاشم و به ویژه استاد عزیز آقای منفرد زاده، هنرمند متعهد مردمی و خلاق عرصه موسیقی ما. با آرزوی تندرستی برای همه این عزیزان در این روزهای سخت کرونایی. و از گفتار نسرین عزیز، اگه اشتباه نکنم نسرین، بسیار بسیار متاثر شدم و امیدوارم نسرین عزیز تلفنش در اختیار من بذاره که با ایشون در تماس باشیم. امید در مورد مسئله تحولاتی که اخیرا در جامعه آمریکا به وجود آمد و چه تأثیری امکانن بر جامعه ما و دیگر جوامع خواهد گذاشت، اول اینکه واقعیت اینه که مایه بسیار بسیار تأسف است که انسانی با یک شخصیت عقب مانده، با گواجه های لومپنی، نجات پرست، ضد زن، انسان آمریکایی به این رأی میدن در کشوری که بزرگترین اقتصاد دنیا را داره، از نظر نظامی نیرومندترین کشور دنیا هست. این واقعاً برای من شگفتی آور هست که چگونه میشه این 70 میلیون واقعاً چگونه فکر میکنن که به شخصی به نام ترامپ رأی میدن. و اینکه این تحولات این آمریکا چه تأثیری در ایران یا در خاورمیانه خواهد گذاشت، من حقیقتاً فکر نمیکنم تأثیر چندانی خواهد گذاشت. امروز با یکی از دوستان کردم صحبت میکردم،
نظرش این بود که دموکرات‌ها همیشه نسبت به کردها نظر مساعدی دارن، در حالی که من برعکس گفتم همچین چیزی نیست. جمهوری خواه و دموکرات نداره، اینا بستگی به موقعیت داره. هر زمانی که موقعیتشون به اصطلاح ایجاب بکنه از کردها حمایت میکنند، که زمان کلینتون کردن، و هر زمانی هم که نباشه، خب زمان نیکسون دیدیم که چگونه به اونا به شاه دستور دادن و شاه کمکشو از کردها به اصطلاح پس گرفت. اینه که من چندان امیدی به این قضیه ندارم. تنها من به یک مورد امید دارم، اونم اینه که تعداد کثیری از ایرانی هایی که در ترکیه و در یونان عنوان پناهنده زندگی میکنن، فقط امیدوارم، حالا کورسوی از امید دارم، که آقای بایدن یک ترتیبی بده که اینها یه هر چه زودتر به کشورهای اروپایی یا به کشورهای آمریکایی به اصطلاح عزیمت کنن و از اون گردابی که واقعا در ترکیه و در یونان هست رهایی پیدا کنن. به هر حال امیدواریم که تحولاتی در سطح جهان به وجود بیاد، حقوق بشر رشد کنه. در وهله اول این کرونا به کمک دانشمندان و اندیشمندان بتونیم اینو نابودش کنیم، از بین ببریم، چون واقعیت اینه که هم خطری برای جان انسان‌ها یعنی به وجود آورده و هم معیشت انسان‌ها را تهدید می‌کنه و بسیار بسیار خطرناک است. من صحبت دیگه‌ای ندارم، سپاسگزارم از شما. از شما آقای بلدی عزیزم. حقیقت خارجی تبار است، یعنی زنی که فقط با یک نسل در حقیقت به مقام دوم در آمریکا رسیده، بی سابقه است، یعنی معاون رئیس جمهور، اونم کسی که در حقیقت اصالتاً سفید پوست نیست، هیچ، از خارج آمده است. همون گونه که انتخاب ترامپ در واقع کوششی در جهت این در واقع استمرار نجات پرستی بود، کوششی در جهت در واقع خارجی ستیزی، زن ستیزی بود، همچنین انتخابات 2020 در واقع نه پیروزی بایدن و حزب دموکرات، بلکه پیروزی میلیون ها نفری است که گفتند در بر پاشنه دیگری میچرخد. لازم است که یک زن به معاونت برسد. اثر دارد، 100% اثر دارد. بیشترین اثر آن در آمریکا خواهد بود. سیاست خارجی رای دهنده آمریکایی را وادار به رأی به این و آن نمی دهد. آنچه که اهمیت تعیین کننده دارد در انتخابات 2020، تحلیل این مسئله که در آمریکا چه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی افتاد که یک فردی که در حقیقت با شعارهای ضد خارجی، با اقدامات شخصیتی بسیار بسیار سطح پایین، با دور کردن مردم از شرکت در انتخابات، با اینکه شمارش آرا را متوقف کنید، با اینکه شکایت کند که انتخابات تقلب شده است، و آن وقت لابی کشورهای دیگر در اینجا این توهم را پراکنده کنند که دستی در کار بوده است که این قهرمان را از صحنه خارج کند و برای آن دلسوزی کنند، در حالی که انتخابات 2020 عقب راندن و شکست مرحله نجات پرستی، زن ستیزی، بشر ستیزی و در واقع جنگ طلبی بوده است. اقداماتی که ترامپ در تمام این دوره در همه جای دنیا انجام داد، معامله با
دیکتاتورهای همچون دیکتاتور کره جنوبی نشستن با طالبان، این جنایتکاران به رسمیت شناختن آنها، جنایتکارانی که در ابتدا برآمدنشان از همین جریان ضد بشری سرچشمه میگیرد. فراموش نکنیم که علیه نظامی که به هر حال شکی نیست به مردم نزدیکتر بود، برآمدن طالبان و به اصطلاح مجاهدین افغان در 40 سال پیش، اقدام جنایتکارانه جنگ طلبان آمریکایی بود برای مبارزه به قول خودشان با کمونیسم. چه چیزی تغییر پیدا کرد که استبداد محوران و استبداد طلبان ایرانی که در قالب ترامپیسم خود را نشان دادند در خارج از کشور هم نوا شوند با جنگ طلبان و نجات پرستان؟ یک چیز میتواند توجیهی باشد بر بخشی از مردم ما که خواهان استبداد و دخالت بیگانه و این ضایعه بزرگ فرهنگی هستند و این آلودگی را که خارجی باید برای ما بیاورد و ببرد. اگر مردم ایران در داخل کشور حق داشته باشند چنین فکر کنند، از شدت استیصال، از شدت فشاری که حاکمیت جنایتکار جمهوری اسلامی مسئول آن است، مسئول اصلی آن و تنها مسئول آن است، یعنی به عبارت دیگر برجام و وضعیتی که در ایران داریم به طور مستقیم ناشی از دخالت جنگ طلبان و اسرائیل و مسکو و پکن و غیره است، بلکه محصول مستقیم استبداد حاکم بر ایران است که به مراتب استبداد موجود جنایتکارتر از هر استبداد دیگری عمل کرده است. بی جهت نیست که ما میگوییم و گفتیم مشکل اصلی ایران استبداد است، استبداد است که دست همه ما را بسته است برای امور کشور خود، استبداد است که کثیف‌ترین و فاسدترین و تبهکارترین عناصر را در رأس تصمیمات عمده و سیاسی قرار می‌دهد. در واقع دور کردن مردم از صندوق‌های رأی ناشی از استبداد است. استبداد است که می‌خواهد قدرت را در دست داشته باشد، قدرت نظامی، امنیتی، سیاسی، تا بتواند غارت کند مردم را، تا بتواند سرکوب کند مردم را، تا بتواند کشور را به فروش برساند، با چین قرارداد استعماری امضا کند. اگر استبداد سابق با آمریکا روابط خوبی داشت، با روسیه یا شوروی سابق روابط خوبی داشت، اینان برای فروش کشور با چین برقرار میکنند. تفاوتی نمیکنند. برای استبداد تفاوتی نمیکند که کشور را به که بفروشد، مردم را به که بفروشد. او برای ماندن در قدرت تمامی کوشش را به خرج میدهد که برای جنگ طلبان بگوید من هستم که باید مذاکره کنید، من هستم که میتوانم کشور را به شما بخشید را واگذار کنم، خلیج فارس را، در دریای خزر را. من هستم که میتوانم شما را از به اصطلاح لولوی کمونیسم دور کنم و با آنها این امکان را بدهد کودتا کنند، دخالت کنند در امور کشور. ولی سرنوشت کودتاگران که از جمله آخرین کودتاگران روح الله خمینی بوده است، این است که سرنوشت تمام کودتاگران به ویژه در ایران را درک بکنیم. چگونه کسانی که آمدند در قالب مردم خواهی و مطالبات مردمی و با کمک بیگانه، با نه فقط با کمک بیگانه،
با شرکت و برنامه ریزی بیگانه. از آن محمد علی شاه بگیر که با کمک لیاخوف روسی مجلس را به توپ بست، تا رضا شاه یا رضا خان میرپنج در آن دوره که مشروطیت را تعطیل کرد، تا محمد رضا شاه که در شرایط دوران کوتاه 10 ساله‌ای که در اثر جنگ جهانی دوم مقداری فضای باز ایجاد شده بود و نتیجتاً ملی شدن نفت صورت گرفت، با کودتای این بار، کودتای سوم، کودتای اول، کودتای محمد علی شاه با کمک لیاخوف، کودتای دوم، کودتای رضاخان میرپنج با کمک سید ضیاء طباطبایی، این روحانی خائن جنایتکار و وابسته و نوکر بیگانه، این هم کودتای دوم، کودتای سوم، اما کودتای 28 مرداد علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران، انقلاب مشروطه‌ای که همچنان ناکام بود و هست، با کمک کاشانی و عوامل داخلی جنایتکاران، برگرداندن محمد رضا شاه به تخت سلطنت و استمرار استبداد نتیجتاً در ذات خود مبارزه را متوقف نمی کند. اما هر روز بیشتر از پیشتر مردم را سعی می کند از صحنه خارج کند، بیگانگان را در منافع ایران سهیم کند. و کودتای چهارم علیه انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای آزادی، برای استقلال و برای برابری در 57 توسط روح الله خمینی رخ داد. این را دیگر همه ما شاهد بودیم که چگونه شخص فرومایه‌ای، جنایتکاری همچون روح الله خمینی که جنایت خیش را از آتش زدن سینابرکس آبادان 5 ماه قبل از سقوط نظام سابق آغاز کرده بود، این بار با عوام فریبی هرچه تمامتر به میدان بیاید و این را بیان بکند که من هم دموکراسی خواهم آورد، انقلاب خواهم آورد، انقلابی که در هر حال ناکام بوده است، انقلاب دموکراتیک آن ناکام بوده است. این امری نیست که حتی کودتاچیان نیز آن را پنهان کرده باشند، اما آنها برای ادامه استبداد خود انقلاب را به زعم خود تفسیر کردند. آن یکی می گفت انقلاب سفید، می گفت انقلاب سفید آوردم، نمی توانست این را انکار کند که ایران انقلاب دموکراتیک آن ناکام بوده است، پس بنابراین انقلاب سفید را آورد. آنجایی که دید استبداد را نمی توان حتی با پوشش انقلاب سفید هم ادامه داد و تغییرات به طور اجتناب ناپذیری در جامعه جریان دارد، صدای انقلاب را شنید اما خیلی دیر بود. کاشکی در شرایط دموکراتیک ما امکان انتخاب داشتیم. این را به جرأت میگویم به عنوان یک کنشگری که سالهای سال برای آزادی مبارزه کرده است. کاشکی استبداد این امکان را داده بود که نهادهای سیاسی، اصناف و تمامی احزاب این امکان را پیدا کنند که آن زمانی که محمد رضا شاه گفت صدای انقلاب شما را شنیدم، کاشکی در آن زمان ما این قدرت را داشتیم، یعنی کنشگران، مبارزین، آزادی خواهان این توان را داشتند که با او وارد مذاکره شوند و با محمد رضا شاه به توافق ملی برسند، تا این دیکتاتور،
یعنی این روح الله خمینی تبهکار و جنایتکار و عقب مانده و وابسته به بیگانه دور را در دست نگیرد. اما دریغ آن زمان که صدای انقلاب را محمد رضا شاه شنید و شاید یکی از صادقانه ترین گفتارهای او بوده است. امیدوارم دوستان این رو آماده داشته باشند، در یه فرصت کوتاهی پخش بکنیم. اولین کسی که انقلاب دموکراتیک مردم ایران را علیه ظلم و استبداد و فساد به رسمیت شناخت در ایران، نه روح الله خمینی، نه مردم، بلکه اولین مقام رسمی کشور بود. صدای انقلاب آن را شنید. ولی ای دریغ، سرکوبی نیروهای مترقی و انقلابی که بیش از 4000 نفر آنها در زندانهای سیاسی بودند، در شرایط سر و صدای روح الله خمینی که بی بی سی را در اختیار او قرار داده بود و دخالت بیگانه، بیگانگانی که حاکمیت مردم را نمی خواهند، جامعه دموکراتیک را نمی خواهند، بیگانگان، بیگانگانی که در کشور خود حتی دموکراسی را نمی خواهند و اما هر جایی که بتوانند سوء استفاده می کنند، در کشورهای مانند ما خواهان دیکتاتوری ها هستند که بتوان آن هم دیکتاتوری ها توسری خور، دیکتاتوری هایی که به مردم متکی نیستند. بی جهت نیست که درک این مسئله برای کسانی که به اصطلاح چشم به بیگانه دوختند برای تغییر داخلی، این است که تفاوت نمی کند که ترامپ باشد یا بایدن، در هر حال حکومت اسلامی است که عامل تمام این بدبختی ها برای مردم بوده. به پای میز مذاکره خواهد آمد، نه تنها به پای میز مذاکره، که خود التماس می کند برخلاف شعارهای توخالیان، التماس می کند و مأمور می فرستد. حتی زمان خمینی، نامه خمینی را به کندی نباید فراموش کنیم. بندوبست هایی که صورت گرفت در پاریس نباید فراموش کنیم، که قول هایی که داد راه را برای این جنایتکار خونریز یعنی روح الله خمینی فراهم کرد. وقت آن رسیده است که کنشگران، مبارزین، آزادی خواهان، برابری طلبان، خواهان داد، دادخواهان در یک اتحاد بزرگ برای به زیر کشیدن حاکمیت، حاکمیت محتوم به فروپاشی، اتحاد داشته باشند و این اتحاد برای استقرار، نه فقط به زیر کشیدن حاکمیت، برای استقرار دموکراسی و داد باشد، برای قانون اساسی سکولار باشد، برای انتخاب حق شهروندی باشد، نهادینه شدن آن باشد. این است مبانی اتحاد. بنابراین ما روی شکل جمهوری، شکل سلطنت، جمهوری شورایی غیره و غیره، بحث بر سر شکل نیست، بحث بر سر محتواست. تردیدی نیست که سپهر سیاسی ایران در تمامی 100 و چند سال اخیر دو بخش بیشتر ندارد. یک، استبداد محوران، چه استبداد مغلوب، چه استبداد غالب، و چه کسانی که خواب استبداد دیگری را میبینند، تماماً از مذهبی و غیر مذهبی، سکولار و غیر سکولار در آنجا قرار دارند. استبداد یعنی وابستگی به بیگانه، استبداد یعنی این آلودگی که باید بیگانه برای من و توی ایرانی تعیین کند که چه بکنیم، او برای ما حکومت بیاورد و بد بردارد. بی جهت نیست که با یک فرمان
رضا شاه را از کشور خارج کردند. چون رضا شاه که با کودتا مشروطه را تعطیل کرده بود، امکانی نگذاشته بود که ما در مقابل این دخالت بیگانه، این خجلت و شرمندگی که چرا رهبر ما را بیرون کنند، به اصطلاح کسی را که در کشور این به قول خودشان این همه خدمت کرده است، آیا وقت آن نرسد که جواب بدهند که چگونه وقتی که دیکتاتور از کشور خارج می شود میلیون ها مردم شادی می کنند؟ 57 را ندیدیم؟ خروج شاه در 25 مرداد را 25 مرداد از کشور ندیدیم؟ بازگشت آنها و بعد برپا کردن چوبه های دار و سرکوب مردم را ندیدیم؟ 57 را که دیدیم، 57 را دیدیم که با یک فرمان محمد رضا شاه از ایران خارج شد و حال وقت آن است که گریبان کارتر را بگیریم. این درد را به کجا ببریم که بعد این را به آمریکایی‌ها چگونه ثابت کنیم که مردم ما حق داشتند بخواهند که نه تنها کارتر، نه تنها هیچ بیگانه‌ای در ایران نباید دخالت کند. میخواهد از مسکو باشد، میخواهد از چین باشد یا واشنگتن و تل آویو. این را ما مردم باید جوابگو باشیم، به خصوص ایرانیانی که در این کشورها زندگی میکنند، که یک ایرانیان در اینجا باید لابی مردم ایران شوند، چون آنها میلیون ها ایرانی در تحت سلطه رژیم جنایتکار این فرصت را ندارند. ولی ایرانیانی که در کشور خارج زندگی میکنند، به خصوص در آمریکا زندگی میکنند، باید حتی به صورت فردی، اینکه باید حتما هماهنگ شویم برای استقرار دموکراسی در ایران تردیدی نیست، حتی به صورت فردی به این سناتورها، به این نمایندگان، به این ریاست جمهور بگوییم که آقا شما باید با مردم ایران صحبت کنید. مذاکره چه معنا با جنایتکاران دارد؟ تو گویی که بخواهی با اسقر قاتل در رابطه با کودک صحبت کنی، حقوق کودک صحبت کنی، بگویی با طالبان در رابطه با حقوق زنان و حق شهروندی صحبت کنی، با داعش حق شهروندی صحبت کنی. چه دلیلی دارد که با حاکمیت کثیف جمهوری اسلامی وارد معامله شوی؟ وظیفه ما این است که بگوییم با حتی به عنوان کسانی که در اینجا حق رأی داریم و امکان داریم با نمایندگان، آنها را روشن کنیم که حاکمیت استبداد در ایران عمدتاً پروراندن قده سرطانی است که میتواند منطقه جهان را دچار آشوب کند، که کرده است. تا چند اندازه به اینها بگوییم شرکت شما در کودتای 28 مرداد برای برکناری دکتر محمد مصدق اقدامی ضد بشری بود، اقدامی ضد مردم بود. بازگرداندن محمد رضا شاه به تخت سلطنت استبدادی عمل غلطی بود. برآوردن روح الله خمینی، مذاکره با روح الله خمینی، سکوت در مقابل جنایت هایی که از دهه 60 علیه مردم ایران و مبارزین صورت گرفت غلط بود. مسئله موشک و اتم و برجام و برای مردم ما چه اهمیتی دارد در شرایط حاکمیت جنایتکاران بر ایران؟ اینها در جهت منافع دیگران است. در رابطه با سیاست خارجی آنها بارها هم این خورده‌ای نمیگیریم. ما نه به اسرائیل، نه به جنگ طلبان، نه به کسانی که حتی در قالب چپ از استبداد حمایت میکنند، از دیکتاتوری ها حمایت میکنند، گله‌ای نداریم. پیام داریم و اون این که فراموش نکنید آینده ایران دموکراسی است، آینده ایران حق مردم ماست و آنجا ما این جنایتکاران را به پای میز محاکمه خواهیم نشاند در خود ایران، به جرم جنایت نه علیه مردم ایران، جنایت علیه بشریت به خاطر اقدامات جنایتکارانه آنها در لبنان، یمن، عراق و همه جا. در ایران به محاکمه خواهیم کرد
و برای اولین بار در تاریخ ملت ما نشان خواهد داد که خود از پس یک نظام جنایتکار خونریز ضد بشری در آمده است. فقط خواهش میکنیم از جنگ طلبان بیش از این شعور مردم ما را دست کم نگیرند، نخواهند سیاست های جنگ طلبانه خود را پیش ببرند در قالب در روپوش حمایت از مردم ایران، که حتی این را هم نمیگویند، در قالب دشمنی با به اصطلاح حاکمیت مردم ایران و بعد حاکمیتی که در ایران مستقر است، به اصطلاح این را به حساب حمایت از مردم ایران بگذارند. حمایت از مردم ایران به معنای دشمنی با حاکمیت جمهوری اسلامی نیست، او دشمن ترین دشمن مردم ایران است. ولی این موضوعی است که ما با آنها سر و کار خواهیم داشت. برای مردم ایران این پیام، کسانی که در ایران زندگی می کنند، این پنبه را از گوش خود بیرون کنیم که آمریکا این جناح آن جناح برای ما باید تعیین کند. ما بررسی می کنیم، ما با اتحاد بزرگ دموکراسی خواهان و برابری طلبان نشان خواهیم داد که در عمل این مردم ایران هستند که خواهان دموکراسی هستند، خواهان بهترین رابطه با تمام جامعه بشری هستند و در همان جا از طریق اقدام جهانی برای مشکلات جهانی اقدام خواهند کرد. اولین گام ما برای اینکه جامعه، یعنی حکومت منزوی که 80 میلیون را گروگان گرفته است، برکناری کامل این حکومت به عنوان اولین گام در راه حقوق بشر در سراسر جهان است. این را باید فاش گفت و شفاف گفت. اتحادی اگر شکل بگیرد، ما کاری به حکومت نمیتونیم، ما کاری به این انتخاب شود آن انتخاب شود نمیتوانیم داشته باشیم. ما جای رای دهنده آمریکایی که نمیتوانیم تصمیم بگیریم. آنها به هر دلیلی رای میدهند، یک دهم آن شاید مربوط به سیاست خارجی باشد، 90% آن مسائل داخلی است. بنابراین دنبال ترامپیستایی که در واقع ترامپیستای آمریکایی نیفتیم، که خود ترامپیستای آمریکایی لابی های جنگ طلبان و ضد بشرند. با جامعه بشری هماهنگی بکنیم، با عناصر مترقی هماهنگی بکنیم، اما کنش واقعی ما در راه اتحاد بزرگ دموکراسی خواهان، یعنی نه فقط در شعار، در پندار، در گفتار و از همه مهمتر در کردار، باید دموکرات بود، باید برای دموکراسی کوشش کرد. تاریخ یک انسانی که دموکراسی خواه است این است که در کجا ایستاده است در هر مقطعی از تاریخ. آیا کنار استبداد طلبان ایستاده یا آزادی خواهان، برابری طلبان؟ سوال این است. دموکراسی خواهان در واقع آیا لازم ضروری است که متحد شوند؟ تردیدی نیست و این بار نباید اجازه داشت فرومایگانی همچون روح الله خمینی به میان جنبش توده ها بیایند و در شرایط خلأ احزاب و نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی مدعی دموکراسی شوند، مدعی انقلاب شوند، مدعی تغییر شوند، مدعی بشر دوستی شوند، مدعی حقوق بشر شوند. این بار کنشگران اجازه نباید بدهند، چون ما سال 57 نیستیم، حتی سال 88 هم نیستیم. میلیون ها نفر در سال 1388 با یک جنبش مدنی به میدان آمدند و خواهان آن شدند که رأی ما کو. این باید درسی بود بر تمامی دموکراسی خواهان و مبارزین که در بر کدام پاش نمیچرخد. دموکراسی خواهی
مضمون اصلی است و کوشش نکنیم بخشی از جریانات استبداد محور که بخواهند استبداد را در قالب در زرورقی دیگر به مردم غالب کنند. تجربه دردناک نه اتحاد بلکه تجربه دردناک سکوت و بیعملی در رابطه با اقدامات جنایتکارانه روح الله خمینی در 57 عمدتاً باعث شد که ما در این نقطه قرار بگیریم که راهی جز این نداریم.